آیت الله علی خامنه ای امروز در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستادهای دهه فجر سراسر ایران از مواضع مبهم خواص در دوران کنونی که وی آن را دوران فتنه و غبار آلود بودن فضا نامید انتقاد کرد و خواستار موضع‌گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، وی با اشاره به تظاهرات ضد دولتی امسال روز 13 آبان که به گفته وی روز براءت و نفرت ملت ایران از استکبار آمریکایی است، شرکت کنندگان در آن تظاهرات را گروهی معدود و فریب خورده نامید که بر ضد موضوع فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی و بر ضد این حرکت و نظام اسلامی و اسلامیت شعار دادند. در مقابل آن، خامنه‌ای تظاهرات دولتی 9 دیما که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برپا شد ستود و به عنوان یکی از قله‌های تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد. وی در ادامه خواستار موضع‌گیری روشن تمامی جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی داخل نظام در این مورد شد و گفت وقتی سران استکبار و ظلم و اشغالگران کشورهای اسلامی وارد میدان می‌شوند و موضع‌گیری می‌کنند، دو پهلو و مبهم سخن گفتن صحیح نیست، زیرا باید مشخص شود افرادی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند چه موضعی دارند و آیا حاضر هستند از دشمن تبری بجویند؟ به گزارش سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 28 دیما 40 نفر که طی روزهای اخیر بازداشت شدند در پی انتشار تصاویر آنها توسط نیروی انتظامی و با همکاری مردم شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی شناسایی شدند. اعتراضات خونین عاشورای امسال در تهران و 10 شهر دیگر افزون بر بازداشتی ها بالغ بر 1000 کشته و مجروح بر جای گذاشت. طی هفته های اخیر و پس از حوادث خونین عاشورا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اقدام به انتشار تصاویر تعدادی از معترضین و تظاهرکنندگان آن روز کرد و از حامیان دولت خواستند این افراد را در متروها، محله‌ها، دانشگاه‌ها و اطرافیان خود شناسایی کرده و اطلاع دهند. نیروی انتظامی همچنین از چند روز گذشته اقدام به توزیع مجلاتی تحت عنوان امین جامعه و بولتن‌های مرتبط در ایستگاه‌های مترو و بین مردم و ادارات مختلف کرده تا معترضین را شناسایی و دستگیری نماید. در ادامه موج بازداشت فعالان سیاسی نیز روز گذشته میلاد ویسی از فعالان ملی مذهبی استان گیلان دستگیر شد. به گزارش سامانه خبری تحلیلی نوروز، بعد از وقایع عاشورا و طی چند روز گذشته فشار بر فعالان ملی مذهبی بیشتر شده است. همکنون بالغ بر 20 فعال ملی مذهبی و 13 عضو نهضت آزادی در بازداشت به سر می‌برند. محسن صفایی فراهانی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، عضو شاخص جبهه مشارکت و رئیس فدراسیون فوتبال در دولت محمد خاتمی، به اتهام اقدام علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب محکوم شد. این فعال سرشناس اصلاح طلب بیش از 200 روز پیش و همزمان با آغاز اعتراضات علیه نتایج مشکوک انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و حدود 1 ماه پیش نیز آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی نیز برگزار شد. این رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران که 61 سال سن دارد، یکی از 10 نفری بود که به طور گروهی در دادگاه‌های موسوم به متهمان انقلاب مخملی محاکمه گردیدند. در آن دادگاه‌ها فعالان سیاسی طرفدار میرحسین موسوی، مهدی کروبی، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی معترض پس از تعامل هفته‌ها سلول انفرادی به دادگاه آورده شدند. بدین ترتیب 24 تن از فعالان سیاسی ارشد اصلاح طلب به دوران‌های مختلف حبس محکوم شدند.